بیننده محترمی پیامک زدن، 37 سالشونه، غلظت خون بالا دارن و صورتشون هم مداوما جوش میزنه و لک های جوش هم برطرف نمیشه و میمونه. حالا این دوتا مورد متفاوت هم هست. بله بله. خواهش میکنم بفرمید و ادامه سوال رو. غالب افراد از سن 25 سالگی کم کم حس تشنگی در اونها از بین میره، لذا خود شخص باید برنامه نوشیدنی حلال داشته باشه و هیچ مایعی هم جایگزین آب و آبجوش ولرم نمیشه. لذا سنای بالای 25 سالگی در 24 ساعت بین 6 لیوان تا 8 لیوان آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم باید مصرف کنند. یکی از علل جوش ها خود آب نخوردنه، آبجوش ولرم نخوردنه. یکی دیگه از عللش مصرف بیش از اندازه قندهای شیمیایی و همچنین مواد نشاسته‌ایه. بعد این بزرگوارا به همراه غذاشون سبزی خوردن و یا کاهو بدون سس نمیخورن، یا میوه‌جات مثل پرتقال شیرین، لیمو شیرین نمیخورن به همراه غذا. اینها جوش‌های چرکیشون بیشتر میشه و گاهی گسترده میشه. گاهی مقتضیات سن جوانیه که جوش غرور جوانیه. گاهی حاج آقا بعضی مسائل دیگه است مثل زونا که بسیارم دردناک و میسوزونه. حالا از نظر ظاهری مناطقی که جوش زده با محلول سرکه سیب پنبه رو آغشته میکنیم، به محلول سرکه سیب رو این جوش ها میمالیم. چند نوبت باید در روز دو نوبت انجام بشه؟ دو نوبت کافیه. دو نوبت کافیه. بعد در مجاورت هوا که خوش شد، بعد مثلا فرض کنید پماد گیاهی آبیشن شیرازی هست، مثلا آکنیل. بله. یا جوشانده آبیشن شیرازی، باز این رو هم با پنبه آغشته میکنن روی این جوش ها میکشن. این جوش ها بسیار کم میشه. اگر بخواهیم جای لک نمونه، اینجا جوش ها رو نباید باش بازی کنن و یا بکنن. هم جاش کک و مک میشه، لک های قهوه یا ریز میشه، هم گود گود میشه، چاله چاله میشه. برای درمان اون کک و مکشون یوبوست مزمنشون رو درمان کنن، در پیک بار نور خورشید 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، در ماه زمستان و پاییز 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، در ماه زمستان و پاییز تابستون استغفرالله، در ماه تابستون و بهار 10 صبح تا 4 بعد از ظهر تو نور مستقیم آفتاب نباشن. به اصطلاح علمی تو پیک بار نور خورشید نباشن. 10 صبح تا 2 بعد از ظهر زمستان و پاییز. بله. 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بهار و تابستان در نور مستقیم خورشید نباشن. سوم اینکه در درمانش حاج آقا چلغوز، چلغوز خام، یک میوه خشکباره، یه قاشق پلوخوری مغزشه بخورن. هر نظر ظاهری همین پنبه رو که آغشته کنن به سرکه سیب بکشن کافیه. اگر لک ها قهوه‌ای درشت باشه یا لک های سیاه باشن، اینجا میتونن از برگه زردالو یا کشته یا قیسی، به شرطی که تیزاب نزده باشن، اینایی که رنگشون یک کم کدرتره، براق اگر باشه تیزاب زدن که برای معدهشون ضرر داره، برگه زردالو یا کشته روزی یک مشت بخورن. تسویه کبد بسیار مؤثر. یک بار دیگه مؤمنا این لک های قهوه‌ای و سیاه که درشته علامت فقر ویتامین B6ه. بعد متخصصین بزرگوار پوست در طی 2 ماه 60 عدد قرص ویتامین B6 میدن، میگن روزی 1 عدد بخوره. حالا زیر نظر متخصصین پوست که ماشاءالله زیادن، آقایون دکترها زیادن ماشاءالله، میتونن مراجعه کنن.
یک بار دیگه میخوایم از داروهای طبیعی استفاده کنیم، همیشه پوستشون شفاف، براق و درخشان باشه. اینجا هر روز یک لیوان آب انار شیرین بخورن. فصلایی که نبود یک قاشق مربا خوری ربع انار شیرین بخورن. بعدش میتونن یه لیوان آب بخورن بعد از ربع انار شیرین. چنین افرادی پوستشون شفاف، براق، درخشان میشه. اینها هم بعضی متخصصین تو کتاباشون آورده.